سلام خدمت همه عزیزان، با یه نشست دیگه در خدمت شما هستیم. منتظریم تا آقای دکتر تشریف بیارن تا برنامه رو شروع کنیم. سلام خانم، صدای من؟ صداتون رو دارم، فقط بهم بگید که اگه صدا با کیفیت هست که خب اوکیه، اگه نه من از هدست استفاده کنم، هر جور که بهتره. فقط صداتون رو الان ندارم. بله بله الان بهتر شد، یکم صداتون ضعیفه ولی بگوش اوکی. خواهش میکنم. سلام و شب بخیر خدمت شما و خدمت همه دوستان عزیز و علاقمندان به مباحث و موضوعات تاریخی که این برنامه رو، این لایو رو که فکر میکنم به همت گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز و بعضی از دانشگاه‌های دیگه، فکر میکنم دانشگاه لرستان و دانشگاه یاسوج اونطوری که در پوستر برنامه دیدم و دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار میشه، به هر حال برگزار کردن، خیلی مغتنم هست برای علاقمندان به تاریخ. البته خب ادعایی در این زمینه ندارم، ولی خب به هر حال همین که محافل اینچنینی مجازی با توجه به وضعیت بهداشتی و بیماری کرونا الان به همت دوستان انجام میشه، خودش خیلی خوبه و به هر حال باعث گرم موندن محفل مباحث تاریخی میشه، خصوصا تاریخ معاصر که خب مورد علاقه خود من هم هست. چند تا از این لایف ها قبل از برگزار شده بود فکر کنم با همت گروه های دیگه، خب این هم جدایی از اونها نیست. به هر حال باعث هست، یعنی لازم هست که تشکر بشه از کسانی که به هر حال همت دارن و پیگیری میکنن برگزاری این چنین نشست هایی رو. خب من به خاطر اینکه زمان کمه و یه سری تیترها رو آماده کردم که خودم علاقمندم خیلی سریع بهشون بپردازم، خیلی سریع وارد مبحث میشم. فکر میکنم 40 یا 45 دقیقه زمان باشه که من به شکل متکلم وحد صحبت خواهم کرد. بعد اگر از دوستان و بزرگواران، کسانی که در لایو حضور دارن، سوالی داشته باشن، اگه به هر حال بضاعت علمی و سوادم اجازه بده پاسخگو خواهم بود. خب موضوع بحث ما مسئله ورود نفت به ایران و به طور مشخص به استان خوزستان و نقش نفت در توسعه استان خوزستانه. خب برای من این موضوع یک موضوع مهم و یک موضوع علاقمندی هست به دو دلیلی، که اینکه خب من خیلی علاقمند به مباحث تاریخ معاصر ایران هستم و دومی اینکه خب ارتباط جدی و تنگاتنگ و همیشگی حداقل در 20 سال اخیر با موضوع نفت داشتم، به خاطر اینکه خب خودم دانش آموخته دانشگاه صنعت نفت هستم در آبادان اول و بعد در اهواز، و خب اساسا من تحصیلاتم رو با تاریخ آغاز نکردم، با دروس مهندسی آغاز کردم و اون هم در استان خوزستان، و به خاطر همین هم یک علاقمندی ویژه‌ای هم به استان خوزستان و هم به طور ویژه به صنعت نفت و گاز دارم. به خاطر همین این به هر حال نگاه و این علاقه دوگانه هست و دو طرفه است، یعنی هم از باب تاریخی هم از باب تجربه مرحله درسی و معیشتی هست.
ببینید، برای اینکه خیلی سریع وارد مبحث بشیم، این رو ما باید بدونیم که در تاریخ معاصر کشور ما بعضی از حوادث و بعضی از بزنگاه‌های تاریخی یه حالت پایه‌ای و یک حالت ریشه‌ای دارند برای تغییر و تحول، یعنی برای اینکه ما اینها رو به عنوان یک فونداسیون‌های یا یک پایه‌های برای تغییرات عمده و تغییرات شگرف بدونیم. ما میتونیم اینها رو دستبندی بکنیم، یعنی هر کسی میتونه بشماره و از نظر خودش اعلام بکنه که مثلا این عامل یا این حادثه یا این جنگ یا این اتفاق تاریخی یکی از مهمترین سرفصل‌های تاریخ معاصر کشور ماست. ولی چیزی که فکر میکنم نه همه، ولی شاید بخش بزرگی از پژوهشگران و بخش بزرگی از محققین در موردش در واقع اتفاق نظر داشته باشن، این هست که دو سه تا عامل در تاریخ معاصر، یعنی در تاریخ 150 سال به این سو در کشور ما، در حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور ما وجود داشته که ما میتونیم اینها را از پایه‌های اساسی تغییر و تحول در کشور خودمون بدونیم. یکیشو حتما بدون شک مثلا میگیم مشروطیت، خب که خب اون هم خودش عوامل و در واقع اسباب خاص خودش رو داره. یکیش رو میتونیم در واقع ورود اندیشه های در واقع چپ و سوسیالیستی و یا حالا زعم خیلی ها کمونیستی به داخل کشور بدونیم که خودش بعدن پایه و اساس بسیاری از تغییرات و تحولات و در واقع تضادها و فعل و انفعال ها و نزاع ها در کشور ما شد. ولی در کنار این عوامل که اینها عوامل تقریبا میشه گفت غیر ملموسن یا عوامل انتزاعین یا عوامل انقلابی هستند، ما یک عامل خیلی مهم و یک عامل ممیزه در داخل کشور داریم که اتفاقا برخلاف اون دوتا مثالی که زدم، این عامل سوم تنها در یک قسمت کوچک و در یک قسمت مشخص از سرزمین ما در واقع اثر داشت و وارد شد و نمود و بروزش در سایر مناطق مملکت و در سایر استانهای ایران یا به زعم ادبیات اون دوره در سایر ایالتهای ایران دیده نشد، ولی اثر و آثار اون انقدر شدید و تکانه‌ای و بزرگ بود که در حیات اجتماعی و سیاسی آحاد مردم ایران، حتی اونهایی که در تمام طول عمرشون شاید یک بار هم صنایع نفت و گاز رو به چشم خودشون ندیده بودن، یک چاه نفت رو از نزدیک ندیده بودن، یک دکل حفاری رو مشاهده نکرده بودن، یک کارگر صنعتی نفتی رو نمیدونستن که مثلا معیشتش چی هست، تحت تاثیر قرار داد و زندگی اون فرد رو که مثلا در 1000 کیلومتر دورتر از مناطق نفتخیز ایران در خراسان یا در آذربایجان یا در بلوچستان یا در یزد میزیست هم تحت تأثیر خودش قرار داد. بنابراین وقتی که ما به مسئله نفت نگاه میکنیم، مسئله‌ای که از سالهای ابتدایی در واقع قرن 20 میلادی، یعنی از 1901 که ما امضای قرارداد دارسی رو به عنوان در واقع شکل یافته ترین و در واقع تبلور یافته ترین قرارداد منسجم نفتی در خاورمیانه یا در غرب آسیا میبینیم، و سالهای بعد از اون که نهایتا در سال 1908 میلادی یا خرداد سال 1287 هجری شمسی، چیزی حدود 112-113 سال پیش از این، منجر شد به اکتشاف صنعتی نفت در مقیاس صنعتی نفت. چرا تاکید دارم روی صنعتی بودنش؟ به خاطر اینکه نفت یک ماده ناشناخته و یک ماده عجیب و غریب برای مردم ایران یا اساسا برای مردم آسیا یا غرب آسیا نبود، با اون آشنا بودن، با مصارفش، با استفاده از اون آشنا بودن، ولی استفاده و تولید و استخراج صنعتی نفت در احجام ده‌ها و صدها و هزاران و بعدها میلیون تن از ابتدای در واقع قرن 20 شکل گرفت و اتفاقا در منطقه خوزستان و در استان یا در ایالت خوزستان اتفاق افتاد. بنابراین هر آنچه که ما در رابطه با تأثیرات فرهنگی، تأثیرات اجتماعی، تأثیرات اقتصادی، تأثیرات ارزم بوزش ما سیاسی نفت بخوایم واکاوی بکنیم و دنبال اثرات و نشانه های اون بگردیم، ناچارن و قطعا و جزمن در واقع آدرس ما به استان خوزستان و به نواحی ارزم به حضور شما دشت های گرم جنوب غرب ایران در واقع آدرسش منتهی خواهد شد و باید در اونجا نشانه هاش رو پیدا بکنیم. ببینید، من برای این لایو و برای این نشست خب میشد به شکل تیتروار
برم و مثلا نمونه‌های متعددی از تأثیرات بلافاصله‌ای که ورود نفت و درآمدهای نفت، خب چون همونطوری که میدونیم و همونطوری که اغلب و امیدوارم که همه مستمعین این لایو و کسانی که الان و چه بعداً این لایو رو نگاه میکنن بدونن میدونن، این هستش که خب ورود نفت در ایران با شرکت انگلو پرشین کمپانی بود، شرکت نفت ایران و انگلیس، یا شرکت نفت انگلیس و ایران، حالا اسم درسترش این انگلیسش اوله، که خب به وسیله یک سهامدار انگلیسی به اسم آقای دارسی در ایران و البته سندیکایی که او بعداً ایجاد کرد به وجود آمد، همونطور که گفتم در 1908، و بلافاصله این شرکت چاه‌های نفت رو پشت سر هم در منطقه مسجد سلیمان و در منطقه نفتون حفر کرد و متوجه شدن که یک دریای عظیمی از نفت در اینجا وجود داره. بعد از اون خب تأسیسات متعدد، ساختمان‌های صنعتی، تلمبه‌خانه‌ها، تصفیه خونه‌ها، خیلی قبل‌تر از اینکه عرضم به حضور شما راه آهن سراسری ایران از جنوب به شمال کشیده بشه، یک صدای صوتی میاد توی لایو، یعنی من میشنوم، برای شما هم همینه؟ بله من هم میشنوم. آه گفتم اگه این اختلال ایجاد میکنه، چون الان من دارم میشنوم این رو. نمیدونم برای چیه، احتمالاً به خاطر سرعت اینترنت. خب حالا امیدواریم قطع بشه. حتی قبل از اینکه راه آهن سراسری ایران کشیده بشه، شرکت نفت یا شرکت انگلیس و ایران مبادرت به در واقع احداث راه آهن بین بعضی از مناطق نفتی میکنه، مثل مسجد سلیمان تا اهواز، یا مثل ارزم بوشمان آقا جاری و امیدیه، و جاهایی مثل اینکه به هر حال کار خودش را بندازه در یک مدت زمان خیلی کوتاهی. تا آغاز جنگ جهانی اول ما مواجه هستیم با یک رشد سریع صنعتی بیقاعده‌ای، بیقاعده نه به این معنا که یک رشد نامنظم هست، بیقاعده از این منظر من نگاه میکنم که این رشد صنعتی فزاینده و این رشد تکنولوژی هیچ شباهتی با آنچه که در فضای روستایی و عشایری خوزستان آن روز ما باهاش مواجه هستیم نداره. خوزستان آن روز یک منطقه است بسیار دور افتاده، یکی از حاشیه‌ای ترین مناطق کشور هست، به واسطه ضعف حکومت مرکزی و به واسطه به هر حال التهاباتی که ما قبل از اون در مشروطیت از سالهای 1905 به بعد 1906 شاهدش هستیم، این مناطق حاشیه‌ای که خوزستان هم یکی از اونهاست، هرچه بیشتر و بیشتر از دایره اقتدار حکومت مرکزی خارج میشن، گردنکشان نواحی مثل شیخ خزعل که نمونه های دیگری در مناطق پیرامونی کشور برای اون سراغ داریم، در اونجا قد علم میکنن و عملا میبینیم که خیلی تمکینی به خواسته های حکومت مرکزی ندارن، مالیات رو نمیپردازن یا اگر این کار رو انجام میدن خیلی نامنظم و فصلی و دلبخواهی این کار رو انجام میدن، دنبال بستن معاهدات فیما بین خودشون و اون منطقه بومی خودشون با بیگانگانی هستن که خب میان اینجا و به ایران به عنوان یک، حالا نه منطقه استعماری ولی حداقل به عنوان یک سپر و یک منطقه‌ای که از اون استفاده بکنن برای حفاظت از سایر مناطق تحت نفوذ خودشون در مستعمراتشون در هند، مشخصا منظورم بریتانیا است، نگاه میکنن. و بنابراین این رشد تکنولوژیک وحشتناک و این ایجاد خطوط لوله، چاه‌های نفت، تأسیسات صنعتی جدید، یک پالایشگاه عظیم قول پیکر که تا مدت‌های طولانی تا دهه‌های بعد از اون عنوان بزرگترین پالایشگاه تصفیه نفت خام دنیا رو یدک می‌کشه، واقعاً به طور کامل ماهیت ارزم به حضور شما خوزستان رو عوض می‌کنه. من امیدوارم این صدای کیفیت لایو ما رو تحت تاثیر قرار نده. می‌خواید من از هدست استفاده کنم شاید این حذف بشه؟ من یه امتحان میکنم چون فکر میکنم بقیه هم آزار بده از جمله خود من. الان حتی بازم هست. خب به هر حال گویا چاره ای نیست با همین ادامه. جان ببخشید میفرمایید دوباره فرمایشتون رو من هشت وقتی که هدست رو بس کرده بودیم صدا نمی اومد. آه صدا نمی اومد برای خود من بود.
الان بهتره وضعیت؟ بله. خب حالا اینجوری ادامه میدیم. خب پس منظور از بیقواره بودن این ورود صنعتی به خوزستان این هستش که یک صنعت بسیار پیشرفته‌ای در مقیاس اون من زمان دارم عرض میکنم وارد یک ناحیه عقب مونده ارزم به حضور شما فوق العاده از لحاظ حالا صنعتی که چه عرض کنم هیچ از سایر شاخصه ها رو هم در نظر بگیریم میشه و این واقعا یک مواجهه عجیب و غریبه. به خاطر همینم بررسی وضعیت ورود صنعت نفت به ایران، من خیلی میخوام روی این قضیه تاکید کنم و در واقع این گفتگو رو و این صحبت یک ساعته رو یا 45 دقیقه ای رو منحصر نکنم به اینکه توضیح بدیم خب صنعت نفت در ایران وارد شد و حالا چه امکاناتی رو به وجود آورد، یک شهرک هایی رو ایجاد کرد، این شهرک ها بعدا تبدیل شدن به یک شهرهای بزرگ. خب اینها رو هر کسی یک علاقمند به تاریخ میتونه با یه سرچ اینترنتی یا با مراجعه به منابع و مآخذ یا به کاتالوگ ها، به کاتالوگ شرکت ها به راحتی عرضم به حضور شما پیدا بکنه و بفهمه که مثلا شرکت نفت اینقدر راهن درست کرد، در مونگاه های مختلفی ایجاد کرد در آبادان، بعد مدارس به سبک جدید، مدارس مختلف آمریکایی انگلیسی ایجاد شدن، بعد که فضا ایجاد شد و عرضم به حضور شما بعد از قرارداد 1312 یا همون قرارداد 1933 در دوره رضا شاه عرضم به حضور شما و به همت کارگزاران او مثل تقی زاده و دیگران قرارداد اصلاح شد، شرکت مبادرت به ساخت مسکن برای کارکنان ایرانی کرد، امری که قبل از او به شدت نسبت به او بی‌تفاوت بود، وضعیت معیشتی کارگران افتضاح و داغون بود. اینها رو ما در لابلای اسناد دست اول تاریخی یا کتاب‌هایی که بعداً به عنوان منابع یا مآخذ تاریخی دیگران نگاشتن و الحمدلله کم هم نیستن در بازار کتاب میتونیم پیدا کنیم. ولی به نظرم در واقع عمق بخشیدن به کلام اینجا خیلی در واقع جنبه بهتری و مهمتری پیدا میکنه از اون بابت که ما بگیم که نقش صنعت نفت که برخلاف مسائل مهم پایه‌ای دیگری که حیات اجتماعی ما ایرانیان رو تغییر داد فقط در یک نقطه خیلی کوچیک از ایران ما اتفاق افتاد، بر خود خوزستان در وهله اول در اون دهه های اول 1910، 1920، 30، 40 و دهه بسیار مهم 1950 که عصر انقلابات و ملی شدن صنعت نفته و بعد از اون عصر کنسرسیوم تا دوره های درخشان و طلایی دهه 40 و 50 هجری شمسی و بعد از اون بعد از انقلاب اسلامی بر خوزستان و بعد بر کل کشور چی بوده. یعنی وقتی که صنعت نفت وارد شد و یک کشور و یک کمپانی بسیار مقتدر و ثروتمند انگلیسی در یک گوشه ای از ایران، ایرانی که مستعمره نبود، ایرانی که تحت تملک استعماراتی یک کمپانی مثل کمپانی هند شرقی نبود، نیابت سلطنتی مشابه هند بر او وجود نداشت، یک حکومت مستقل مرکزی ولو حالا درست ضعیف ولی به هر حال ایرانی با هیئت حاکمه ایرانی و مستقل بر او حکومت می‌کردند، عرضم به حضور شما در این تکه از ایران یک کمپانی بر تمام شؤون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تقریبا میشه گفت سیاسی خوزستان مقدر شده بود. خب اثرات ابتدا ساختاری و فیزیکیش و بعد اثرات فرهنگی و اجتماعیش بر خوزستان اول و بعد بر سراسر ایران چه بود؟ این به نظر من خیلی مهمتر از اونه که ما به شکل بیان به جای این قضیه به شکل آماری بریم نگاه کنیم که مثلا خب دانشکده نفت آبادان خب اینا رو میتونیم بریم بفهمیم از طریق سرچ، اینها خیلی مهم نیست. ببینید به خاطر همین بیشتر ما سعی کنیم به این قضیه نگاه کنیم. ببینید وقتی که صنعت نفت ایران متولد شد، وقتی که شرکت نفت انگلیس و ایران در 1908 موفق شد که اون فوران عجیب رو در چاه شماری که مسجد سلیمان ببینه و شرکت نفت شروع کرد خطوط لوله رو، حالا هر وقتی که میگم شرکت نفت منظورم هم شرکت نفت ایران و انگلیسه، هم در واقع شرکت نفت آنگلو پرشیاس، هم شرکت در واقع بعدیشی که به شرکت نفت ایران و انگلیس تبدیل شد بعد از عوض شدن اسم پرشیا به ایران، و هم منظور بعد از کنسرسیوم و سالهای 1333 و 1334 و 1335، منظور همه کلن حیات شرکت نفت رو منظورمه تا الان که مجموعه شرکت نفت ذیل وزارت نفت در فعالیت میکنه و عملا وزارتخانه ای برای او در واقع تأسیس شده و تحت مدیریت این وزارتخانه داره فعالیت میکنه. خب ببینید در واقع ما بهترین مبنایی که برای ایجاد تحول عمیق و عمقی و دامنه‌دار در ورود نفت به ایران می‌بینیم رو می‌تونیم در تأسیس شرکت شهرها ببینیم.
این به نظر من مهمترین و اساسی ترین و پایه‌ای ترین زمینه تحول در عرضم به حضور شما حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خوزستان. وقتی که کمپانی نفتی انگلیس و ایران وارد ایران میشه، خب چه سالیه؟ سالهای 1901-1902، حالا در 1908 نتیجه و به موفقیت شگرف خودش میرسه. این شرکت وقتی که وارد میشه، خب به هر حال برای انجام دادن تمام فعالیت‌های مربوط به اکتشاف، به حفاری، به استخراج، به تولید، به تصفیه و نهایتاً به صدور و حالا صادرات محصولات نفتی که ایجاد میکنه، نیاز به چی داره؟ نیاز به کارگر داره، نیاز به پرسنل داره. این پرسنل در یک طبقه بندی اجتماعی کاملا پیچیده و ساختاری باید شکل بگیرن و بنابراین شرکت مشابه تمام کپی های موفق و غیر موفق عمل کرده در دهه های قبل اون، اقدام و مبادرت به تأسیس شرکت شهر میکنه. این دو شرکت شهر رو ما الان میشناسیم، این دو شرکت شهر، یکیشون آبادانه و یکیشون هم مسجد سلیمان. خب در کنار اینها البته شرکت نفت ایران و انگلیس شهرهای دیگری رو هم ساخت که از لحاظ مرتبه و از لحاظ سطح و از لحاظ جمعیت و از لحاظ حالا درجه به نسبت این دو تا شهر بزرگ و عمده، یعنی آبادان و مسجد سلیمان، در درجه بعدی قرار میگیرن، مثل امیدیه آقاجاری، مثل هفتگل، مثل لالی، مثل نفت سفید، مثل گچساران، مثل نفشهر. اینها هم شهرهایی هستند که در واقع زائیده و مولود صنعت نفتند، یعنی اینها مناطق روستایی یا مناطق عشایری یا نهایتاً مراتعی بودند که مثلا خوانین بختیاری ممکنه برای قشلاق خودشون ازشون استفاده میکردن، یا عشایر عرب در اونها مثلا به شکل حالا کفری در اونجا زندگی میکردن. بعدن شرکت نفت در اینجا به خاطر اینکه در دهه‌های بعد، یعنی بعد از جنگ جهانی اول که آتش انتخابات جنگ اول جهانی در صفحات غرب آسیا فرو نشست، اقدام کرد به اکتشاف نفت در جاهای غیر از مسجد سلیمان و در جاهایی مثل لالی، مثل نفت سفید، مثل گچساران که الان جزء استان کوکیلو و بوی رحمت هست، مثل نفشهر که الان جزء استان کرمانشاه هست. این دو تا منطقه الان جزء خوزستان نیستن، ولی خب در قبلا حالا البته نفشهر که مسش جداست در غرب کشوره، این منطقه گچساران قبلا حالا ممکن جزء خوزستان بوده ولی خب الان در به هر حال در تقسیمات کشوری جزء استان کوکیل و بوی رحمت قرار میگیره. در این جاها هم شهرهای ساخته شد، ولی مورد اصلی نگاه ما وقتی که دایش شهر آبادان باشه. آبادان قبل از ورود نفت یک منطقه باتلاقی هست، میدونیم یک جزیره یا یک جزیره بزرگیه که شط العرب یا اروندرود و بهمنشیر رو احاطه کردن. من در اونجا درس خوندم یک سال و نیم، واقعا خاطرات بسیار خوبی دارم از آبادان، تقریبا یه جورایی که سالا ایرانی بودن خودم آبادانی هم میدونم. و این آبادان یک منطقه باتلاقی بوده که حدود 20 هزار نفر یا بیشتر کم و بیش از اشایر عرب عموما بنی کعب خودستان در اونجا زندگی میکردن. منطقه مسجد سلیمان اساسا شهریتی نداشته، اما توی که عرض کردم به وسیله بعضی از طوایف بختیاری به عنوان منطقه گرمسیری و قشلاق از او استفاده میکردن به خاطر ماهیت کوهستانی و سردسیری که داره در منطقه حدودا شمال شرقی حالا خوزستان. و صنعت نفت که وارد میشه و شرکت ایران نفت انگلیس و ایران که وارد میشه، ماهیتاً و اساساً و ریشه‌ای این دو منطقه رو انتخاب میکنه. و این منطقه نه به خاطر موقعیت کشاورزیشون یا به خاطر موقعیت سوق و جیششون، بلکه فقط برای این که در خدمت منافع سرمایه‌ای شرکت بزرگ و معظم انگلیس و ایران قرار بگیرن برای اهداف تولید، استخراج، اکتشاف و نفت، تبدیل میشن به شرکت شهرها. بنابراین مشخصترین و ممیزترین و دقیقترین و ریشه‌ای ترین تکانه و تحولی که صنعت نفت و زایش صنعتی در ایران اتفاق میفته، در واقع ایجاد این دوتا شرکت شهر بزرگ و معظم هست که بعداً اینها تبدیل میشن به مدرن‌ترین و پویاترین و مدنی‌ترین و پیشرفته‌ترین شهرهای خاورمیانه، شهرهایی که الگوی ساخت اونها بعداً استفاده میشه در ساخت بسیاری از شرکت شهرها در داخل ایران و در خارج از مرزهای ایران، در بسیاری از کشورهای اقمار و پیرامون ما. بنابراین وقتی که به صنعت نفت ایران و به زایش صنعت نفت نگاه میکنی، به نظر من مدل توسعه آبادان و مدل زایش آبادان و مدل زایش مسجد سلیمان در واقع دو تا تابلوی بزرگ و تمام نما هست برای ما که نشون بده ورود صنعت نفت به عنوان یک صنعت پیشرو چه اتفاقات انقلاب گونه ای میتونه در حیات اجتماعی ساکنان او داشته باشه. ببینید ما میدونیم که ایران ما برخلاف هندوستان
هرگز مستعمره به شکل رسمی نبوده. خب وقتی یک کشوری استعماری وارد یک کشوری میشه و اون کشور رو مستعمره میکنه، خب کلمه استعمار خب الان یه بار منفی داره، ولی وقتی خود شما بهش حالا نگاه بکنید و ریشه یابی بکنید، استعمار در درون خودش یک معنای مثبت داره، یعنی ساختن و آباد کردن و ایجاد عمران و آبادی کردن. اساسا کلونایز کردن تو همون استعمار در واقع، حالا صرف نظر از نگاه منفی که ما نسبت بهش داشته باشیم و بگیم که به هر حال یک کشور بزرگی میاد منافع کشور دیگری رو غارت میکنه، حالا این بحثای به هر حال کلیشه ایش رو بذاریم کنار، خب منافع استعمار برای کشورهای عقب مونده به نسبت حالا اون اشلی که ما در اون دهه ها و سال ها بهش نگاه میکنیم منافع کمی نیست. ما مثلا یه نمونه رو خدمتون بگم، ما میدونیم که در سالهای 1856-7 هندی ها بر علیه استعمار کمپانی هند شرقی انگلستان شوریدن، یه قیام خونینی رو ایجاد کردن که به شدت سرکوب شد. بعد از اون دولت بریتانیا اومد و اختیار شبه قاره رو از کمپانی گرفت و خودش ورود کرد و اونجا نیابت سلطنت هند رو برپا کرد و شهرهایی مثل بمبئی، مثل کلکته و مثل دهلینو رو ایجاد کرد و از طریق بست و گسترش این شهرها که بعداً تبدیل شدن به ابرکلان شهرهایی که الان ما اونها رو میبینیم، به تثبیت قدرت استعماری بریتانیا اهتمام ورزید. این اتفاق در یک اشل کوچیکتر ولی مدرنتر در آبادان و مسجد سلیمان اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی انگلستان، ما میدونیم که در سال 1914 دولت بریتانیا که عملاً تقریبا تمام کشورهای دنیا دیگه میدونستند یک جنگ در اشل جهانی، جنگ بین الملل آغاز خواهد شد بلافاصله و حالا بحثش دامنه داره، ربطی به لایی و ما هم نداره، برای تأمین سوخت ناوگان و بحریه عظیم و قدرتمند دریای بریتانیا اقدام به خرید سهام عمده شرکت انگلیس و ایران کرد و اساسا به شکل سهامدار عمده او در آمد. یعنی عملا یه نیمچه حرکت استعماری، نه آنگونه که در هند اتفاق افتاده بود ولی در یک اشل پایین‌تر در ایران اتفاق افتاد. در واقع این بار دیگه از در واقع میانه دهه اول قرن بیستم این دولت بریتانیا بود که زمامدار و صاحب و مالک صنایع نفتی ایران شد. چرا؟ چون 51% سهام شرکت رو در اختیار داشت و از این به بعد هر گله و شکایت و معضل و بد گرفتاری که دولت ایران یا دولت‌های ایران و هیئت حاکم ایران با شرکت داشتن باید با دولت بریتانیا حل و فصل می‌کردن و نه با زعمای شرکت در خوزستان یا در اسکاتلند یا مثلا در لندن. لذا دولت انگلستان و به عنوان حالا بازوی اجرایی او شرکت نفت ایران و انگلیس با مدل‌های موثقی که تقریبا میشه گفت باید یه بک‌گراندی هم ببینیم از این قضیه. ما میدونیم که دو تا عصر در واقع صنعتی داریم، عصر صنعتی اول و در واقع انقلاب صنعتی اول که خب همون در واقع انقلابات صنعتی بعد از اکتشاف موتور بخار هست، در انقلاب صنعتی دوم که درس‌های عظیمی و درس‌های خوبی از انقلاب صنعتی اول گرفته شده بود که حداقل میشه گفت حالا میتونیم حد فاصل سال‌های 1880-1890 تا آغاز جنگ جهانی اول، یعنی یک فاصله حدوداً 30-35 ساله اون رو بنامیم، بهره‌ای که صنعت نفت ایران از اون برد این بود که به هر حال ایجاد دانشگاه‌های مختلف، سیستم‌های حمل و نقل جدید، ارزم بروز با روابط جدید اجتماعی و خانوادگی، همه اینها که در دنیا اتفاق افتاده بود و مثل یک الماس داشت تراش می‌خورد، ثمره و میوه‌اش در واقع در آبادان و مسجد سلیمان تقریبا میشه گفت اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا نگاه بکنید در گوشه و کنار دنیا ما شهرهای شرکت شهری کم نداشتیم و نداریم، ولی میبینیم که تجربه های بعضا نامناسب، تجربه های ها رو شاید بگم کلمه فجیع مثلا در اونها اتفاق افتاد، ولی در واقع مدل اینها اصلاح شد در طول زمان، در طول دهه های مختلف و عملا در دهه های ابتدای قرن بیستم متخصصین شهرسازی به یک نوعی از مهندسی اجتماعی رسیده بودند که بتونند کارگرانی رو که در این شرکت شهرها ساکن میکنند و در خدمت اهداف عالیه اون شرکت بزرگ قرار میدن، طوری در یک مبلمان شهری و در یک چیدمان شهری مدرن قرار بدن که دو عامل مهم در اون در واقع ایجاد بشه: یکی ایجاد منافع مادی و رفاهی برای اون کارکنان و دو انجام کار استعماریشون. یعنی چی؟ یعنی در واقع ایجاد یک سرمایه دائمی انسانی به عنوان کارمند که به طور مطلق تحت اختیار شرکت باشه. این تجربه برای ایران بسیار منحصر به فرده، به خاطر همینه که خیلی تاکید دارم روی این قضیه که به نظرم و خب نه نظر من، به نظر
محققین و صاحب نظران و پژوهشگران که الان من بازگو کننده نظرات اونها هستم، مهمترین تحول برای استان خوزستان و بعد برای تمام ایران ایجاد این شرکت شهرهای مدرن، یعنی آبادان و خرمشهر، آبادان و مسجد سلیمانه، که مدل توسعه شهری و مدرنیتی اونها و مدنیت اونها بعداً نه فقط در شرکت شهرهای بعدی بلکه برای بقیه شهرسازی در ایران یک مدل شمرده میشد. حالا با تمام ضعف‌ها و قوت‌هاش، من در واقع جا در این مقام نیستم که بگم تمام اون مدل شهری که در آبادان و مسجد سلیمان اتفاق افتاد یک مدل موفق شهری بود، بلکه میخوام اصرار بکنم که اینکه آبادان و مسجد سلیمان اولین شهرهای به معنای واقعی کلمه مدرن در ایران هستند. این مسئله خیلی مسئله مهمیه. بعداً در اصلویه‌ای که الان ما می‌بینیمش، که اصلویه یک منطقه‌ای هستش که جدیداً حالا پا به عرصه ظهور گذاشته در دهه‌هایی که حداقل ما زیستیم، یا جاهایی مثل بندر ماشهر ارزم به حضور شما، یا بندر امام خمینی، اینها هم مدل‌های دیگری از شرکت شهرها هستند که حتما و قطعا و 100% و اثباتا از مدل توسعه شهری آبادان و مسجد سلیمان در ساخت اونها استفاده شده. شرکت در واقع با مدل‌های موفقی که با مهندسی اجتماعی توسط یک سری افراد تحصیل کرده دانشگاهی و متخصص در امر شهرسازی و به کارگیری این افراد موفق ارزم به حضور شما دنبال میکرده، شهرک‌هایی رو درست میکنه که در اونها در واقع چند عامل کاملا ملموسه. یکی مسئله تقسیم کاره. یعنی چی؟ یعنی شهری شرکت گرفته که مثل این شهر در واقع گرداگرد یا دور تا دور یک کعبه آمال که اینجا پالایشگاه هست در آبادان و چاهای نفت در مسجد سلیمان قرار گرفته. یعنی شرکت اصرار داره و مؤکدا تاکید میکنه که این شهر باید گرداگرد پالایشگاه شکل بگیره. وقتی شما به مبلمان شهری و به در واقع استراکچر آبادان نگاه میکنید، میبینید که آبادان محله های شهریش از هم جداست، برخلاف اینکه شاید شرکت در ابتدا نیازی هم نمیدیده که این محله ها رو اینقدر دور از هم بسازه. ولی اصرار اینها بر این که محله کارکنان انگلیسی شرکت از کارکنان ایرانی و هر دوی این گروه کارکنان از کارگران ایرانی و کارگران هندی دور باشه و اینها به وسیله راه‌های دور و دراز که پست‌های پلیس هم اینها رو محافظت می‌کنن و امکان اختلاط شهری به اینها نمی‌دن محافظت بشه، یک هدف و یک برنامه کاملا استعماری و طبقاتی رو دنبال می‌کرده. این مسئله در واقع دنبال این هست که وقتی کارگری رو که از چه می‌دونم از اصفهان، از آذربایجان، از خود محیط بومی مسجد سلیمان و اهواز و محمره و آبادان جذب شرکت میشه به امید کار، این شرکت وظیفه خودش میدونه که در درجه اول به این فرد و به این آدم که یک هویت حالا یا روستایی یا عشیره‌ای یا قومی داره، که در ذهنیت خودش خان یا رئیس قبیله یا کت خدا رو میفهمه، اولا او رو بیاره و در خدمت انحصاری شرکت قرار بده و بعد با صرف هزینه های متعدد از این آدم یک سرمایه انسانی دائمی برای ارزم به حضور شما تضمین سود مدام شرکت ایجاد بکنه. خب این مستلزم کار خیلی زیاده، چون قرار یک فرهنگی رو در واقع تغییر بده. به خاطر همین هم هست که ما در ساخت این شرکت شهرها میبینیم که در واقع یک مدل تکراری در همه اینها هست. مدلی که شرکت میخواد تبلیغ بکنه اینجا یک برهوت بیابانی بوده فارغ از هیچ گونه مدنیت و تمدنی، یک سری نیروی لوکال یا بومی ناکارآمد وجود داشته و یک اروپایی دانا و خردمند و تکنوکرات وارد اینجا میشن و حول یک شرکت بزرگ و یک تأسیسات عظیم صنعتی میان و این ارزان به حضور شما افراد بومی رو جذب میکنن، حالا هم از اون استان و هم از جاهای دیگه و حتی از خارج از ایران مثل هند، مثل بنگال، و بعد یک شرکت بزرگ مدرن رو میسازن که این شرکت باید طبقاتی باشه، یعنی شأن و جایگاه تمام کارکنان و افرادش از بزرگترین و ماهرترین تکنسین های مهندسی انگلیسیش گرفته تا غیر ماهرترین خدمش که در نقش عمله و کارگر و باربر ارزان بودش کنید با نقش میکنن جایگاه خودشون رو بدونن. این جایگاه رو ما در آبادان و مسجد سلیمان به وضوح میبینیم، در استفاده از بیمارستان ها که جایگاه ها کاملا مشخصه، در استفاده از باشگاه های تفریحی، باشگاه کارگری و باشگاه کارمندی و باشگاه مهندسی جداست،
در نوع منازل سازمانی در آبادان که منازل مهندسی در بریم و بوارده همین الان در آبادان هست، یک خونه های ویلایی با حیات های شمشادی و خیلی با متراژ بالا برای مهندسی، و بعد خونه های به اصطلاح انگلیسی رو هاوسز یا خونه های ردیفی سیمانی با ارتفاع بلند، حیات های خیلی کوچیک و در یک ردیف های خیلی طولانی برای کارکنان ایرانی یا کارگران در محله های مثلا بهمنشیر و بهار و جاهای دیگه آبادان، و مشابهش برای مسجد سلیمان. حالا مسجد سلیمان به خاطر بافت کوهستانی ترش خیلی مدل آبادان براش قابل اجرا نیست، چون محیط آبادان دشت و جلگه هست و محیط مسجد سلیمان کوهستانی و مقدار خشن‌تر، ولی تقریبا از یک مدل پیروی میکنن. و نکته بعدی قضیه و تحول عظیمی که اتفاق میفته در واقع استحاله شدید مفهوم خانواده در این شهرک خواهد. در واقع شرکت ناچاره و میبایستی از مدل استعماری خانواده مدرن یا خانواده هسته‌ای برای اینها استفاده بکنه. آمدانه میبینیم در ساخت این شهرک ها و شرکت ها، شرکت شهرها، خانه های کوچیک با مقیاس و متراژ خیلی پایین ساخته میشن، خونه هایی که امکان به وجود اومدن خانوار های با تعداد جمعیت 7 نفر و 8 نفر و 10 نفر رو ندارن. یعنی آمدانه خانواده ها و خانوار ها طوری تنظیم میشن که تعداد فرزندان کم باشه، نقش سنتی زنان کاملا منحصر میشه به داخل خانواده، حیات ها کوچیکه، امکان فعالیت اقتصادی و پرورش گاو و گوسفند و مرغ و اینها دیگه توش نیست، سیستم عشایری و روستایی قدیم، و یک سیستم کاملا مدرن شهری به وجود میاد که شرکت بر او کنترل و احاطه و تسلط کاملی داره، برای اینکه هم بتونه رفاهیات اون فرد رو، هم از رفاهیات آموزشیش، بهداشتیش، ارزم به حضور شما تفریحیش، درمانیش، همه به همه تأمین بکنه، و از طرف دیگه او رو در اختیار کامل خودش بگیره، یه از اختلاطات قومی و گعده های فامیلی و چیزهایی که در حیات اجتماعی سایر شهرهای ایران به وضوح ما میبینیم. در خود خوزستان مثلا شما مثلا شوشتر یا دستور رو به عنوان شهرهای بسیار کهن و قدیمی خوزستان میبینید، کوچه های تنگ و باریک که خانواده ها میان بیرون با هم ارتباطات دارن، اشیرها در کنار هم، خانواده ها هم دیگه رو میشناسن، از این چیزا خبری نیست در آبادان و در مسجد سلیمان. و این مدل یکی از مهمترین پایه ها و ریشه های ارزم به حضور شما کپی کاری بعدی در ارزم به حضور شما آینده و در دهه های بعد، بعد از دوران کنسرسیوم در شهرهایی دیگه مثل شهرهای صنعتی مثل عراق، مثل شهرهای اقماری که در شهرهای صنعتی مثل اصفهان، تبریز، قطبای صنعتی ایران رو نگاه کنید، شرکت شهرها بعداً به وجود میان و دقیقا از مدل توسعه شهری آبادان و مسجد سلیمان استفاده کردن. به نظر من مهمترین وجه نگاه به ورود صنعت نفت و تأثیر اون بر تحولی که تحول شگرفی که بر استان خوزستان و حیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی استان خوزستان در وهله اول و بعد در سراسر کشور ایفا میکنه، میتونیم بهش نگاه بکنیم. فکر کنم وقتم تمومه یا حداقل از زمانم کردم، اگر نه که بفرمایید. حتما در خدمتم. پس من بحثم اونجا تموم میکنم دیگه، بعد از این هرچی بگم حاشیه است دیگه، اصل مطلب رو فکر میکنم پرس کرد. مدارس خودمون شرکت درست میکرد، حالا یا درمونگا، میخواستم بدونم این مدارسی که تأسیس میکرد از سودی که به ایران میداد درست میکرد یا از سودی که خودش برداشت میکرد حمایت میکرد؟ نه ببینید، مسئله ساخت مدارس یا آموزشگاه ها یا آموزشکده ها یک سیر تحول داره در حیات صنعت نفت ایران. اوایل ما وقتی نگاه میکنیم به ورود صنعت نفت، این رو باید بدونیم که در واقع شرکت نفت یا صنعت نفت یا حالا شرکت انگلیس و ایران ابتدا جوانه، یعنی مواجهه داره با یک منطقه‌ای که در او غریبه است و هنوز تا بیاد ارزم بوده شما خودش رو بشناسه، و بعد منتهی میشه به وضعیت جنگ اول جهانی، بعد حمله آلمانی ها و خرابکاری که آلمانی ها میخوان ایجاد کنن. منظورم اینه که این شرکت تا به خودش بیاد به جنبه ده ها هزار نفر کارگر ایرانی و غیر ایرانی جذب کرده. خب اسکان اینها، بحث آموزش اینها، مدنیت اینها، اینها همه چالشه. بنابراین وقتی که شما به وضعیت کارگر ایرانی در دهه های اول نگاه میکنید،
اوضاع خیلی وخیمه، یعنی شما خونه های کپری، بعضی از کارگران تو بشکه زندگی میکنن، یعنی یه اوضاع بسیار نابسامانی برقراره. یکی از دغدغه های مهم اولیای ایران، دولت ایران در مذاکراتی که با شرکت نفت انگلیس و ایران میکنن که همینه، یکی وضعیت کارگران ایرانیه که اساسا واقعا زندگی بسیار فلاکتباری دارن. مثلا ما بحث آموزش و بهداشتی که اصلا مسکن نداشتن، خب ولی کم کم که اوضاع مستقر میشه، التهابات جنگ اول فرو مینشینه، شرکت شروع میکنه در وهله اول برای کارکنان و بعد در مرحله بعدی برای کارگران شروع میکنه به مسکن سازی و به خانه سازی. بعد دیگه وقتی که وارد سالهای بعد از 1300 هجری شمسی میشیم، به طور مشخص از سالهای 1308 1309 1110 به بعد، میبینیم که شرکت دیگه شروع میکنه به تأسیسات جدیدتر، به شروع به درست کردن آموزشگاه، به درست کردن آموزشکده. دانشکده نفت آبادان رو تأسیس میکنه به عنوان اولین واحد مدرن آموزشی در ایران. عرضم به شما برای تربیت نیروی متخصص کارگری خودش که مثلا تراشکار و جوشکار و لوله کش و این کارهایی که حاشیه‌ای صنعت هستن و مدام به اونها احتیاج داره، آموزشکده‌های متعدد می‌سازه در آبادان، در مسجد سلیمان، و اینها رو با هزینه خودش شرکت درست می‌کنه. یک آماری که امیدوارم اشتباه نکرده باشم، میگه که تا زمان خلع ید، یعنی تا سال‌های 1331 و اینها، یه چیزی حدود 39 میلیون لیری استرلینگ هزینه این کارها هست، یعنی هزینه ساخت بیمارستان و باشگاه و چه میدونم کلوپ فرهنگی و باشگاه سوارکاری و بیلیارد و حالا اون لاکچریاش که به هر حال برای کارکنان درجه بالاتر بوده، ولی این عمومی ترهاش مثل آموزشگاه و آموزشکده و چیزهایی که به هر حال مورد استفاده عمومی تری داره، کاملا و قطعا با هزینه شخصی شرکت و برای ایجاد همون رفاهی که عرض کردم، شرکت نیروهای انسانی خودش رو به عنوان سرمایه دائمی خودش میبینه که اینها رو باید از بدنه جامعه ایران جدا کنه و در یک محیط بسته محصور به عنوان سرمایه شرکت ایران و انگلیس ببینه، در واقع برای اینها تأسیس میکنه و مبادرت به انجام اون کارها میکنه که اوج شما دیگه در دهه 40 و 50 و اون عرضم به حضور شما شبهای و روزهای رویایی که الان در خاطرات جمعی بسیاری از کارکنان شرکت نفت در آبادان و حالا به شکل عمده خوزستان، به شکل مشخص در آبادان میبینیم، متبلوه و متجلی هست. خواهش میکنم، متشکرم از شما، بازم تشکر از گروه تاریخ دانشگاه شهید کامران اهواز و برای همه مردم خوب آبادان، مسجد سلیمان که خب من خاطرات خیلی خوبی از خوزستان دارم در حالا سالهای اوایل جوانی به خاطر تحصیل در دانشگاه صنعت نفت، احترام بسیار زیادی قائلم. امیدوارم که دوباره روزهای خوب و خوش و سعادتمندی به طور عمومی به استان خوزستان، به استان عزیز خوزستان و به طور مشخص به شهر آبادان برگرده. متشکرم. ممنونم از دوستان که ما رو همراه بودن. شب همگی خوش. شب شما بخیر. خداحافظ.